اعدام نوید افکاری اعتراض‌های گسترده‌ای در ایران و جهان به دنبال داشت. از شهروندان ایرانی گرفته تا اتحادیه اروپا و رئیس جمهور آمریکا این اعدام را ناعادلانه خواندند و محکوم کردند. با وجود درخواست‌های قبل از اعدام و محکومیت‌های پس از اعدام، پرسش این است: دستاورد اعدام این جوان ایرانی برای جمهوری اسلامی چه بود؟ در کنار این موضع‌گیری‌ها، واکنش جریان‌های سیاسی در داخل ایران هم مناقشه برانگیز شد. سکوت محمد خاتمی و نوع واکنش برخی دیگر از اصلاح طلبان جدل‌هایی را در فضای رسانه اجتماعی برانگیخته. معنای این سکوت چیست؟ مبنای انتقادها از آنها کدام است؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. برای گفتگو سه مهمان داریم: فاطمه سپهری، فعال سیاسی از مشهد، مهدی خزلی، فعال سیاسی و دبیرکل جبهه آزادی از تهران، و علیرضا کیانی، عضو شبکه فرشگرد از واشنگتن. مهمانان این برنامه هستند. خوش آمد میگم به همه شما. به نظر شما چی هست؟ به نظر شما اصلاح طلبان چرا واکنشی نداشتند؟ با درود به شما و همیهنان عزیز و مهمانان برنامه، من اصلاح طلبها رو و اصولگراها رو دو بازوی این رژیم میبینم. همیشه در بزنگاهایی که خطری برای این رژیم به وجود میاد، اینا میان یک نطقهایی رو میکنن، ولی هرگز من به شخصه اینها رو مدافعین میهن و مردم میهنم نمیدونم. اینا همیشه میان و یک فرصتهایی برای این نظام و این رژیم میخرن، حالا میخواد آقای خاتمی باشه، میخواد هر کسی دیگه باشه. واقعا دیروز یک فاجعه در ایران رخ داد، کشتن یک جوان که حتی اجازه ندادن دو خانواده همدیگر رو ببینن، شاید که میبخشیدن اگر این اتفاق به دست نوید افتاده بود، ولی رژیم جمهوری اسلامی چنان دستپاچه میکشه و میخواد رعب و وحشت رو همچنان در این 41 سال 42 سال به ملت تحمیل کرده، هنوزم ادامه بده. ما انتظاری از آقای خاتمی نداشتیم، فکر نمی کنم خانواده آقای افکاری انتظاری از آقای خاتمی داشته باشن، چون اینا بازوهای نظام جمهوری اسلامی هستن. اینا همیشه میان اگه کاری هم بخوام بکنن برای نظامشون، برای رهبرش. خب سکوت ایشون خیلی معنی داره. آقای خاتمی معمولا کسی است، چهره است که معمولا دعوت به شرکت در انتخابات میکنه. بعد همزمانی هست، شما در لحظه در روزی این خبر رو دارید که نوید افکاری از این طرف اعدام شده، از اون طرف آیت الله صانعی بر سر زمین خوردن و شکستن دست و لگن، به هر حال فوت کردن. ایشون تسلیت گفتند برای آقای صانعی، اما در این حال واکنشی در مورد اعدام جوانی که اینقدر افکار عمومی نسبت بهش حساس بود نداشت. خب افکار عمومی، انسان‌های سالم، صالح، دلسوز دلشون سوخت برای آقای افکاری، ولی آقای خاتمی رو شما باید ببینین یک بدنه جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی آقای افکاری رو کشت، خانواده اون کشته شده ای که حالا اون آقایی که کشته شد حالا به نوعی به نام آقای افکاری گذاشتن مرگشو، این آقای خاتمی خودش یک جنایتکارن. اینا همه جنایت کردن در این مدت ها. از سالی که آمد آقای خاتمی روی کار، چه کار مثبتی برای ملت کرد جز وعده های دروغین و خنده های زشتی که جلو تریبون های که آمد و استاد و خندید به چهره مردم و مردم رو گول زد. بهتر که دیروز اسم آقای نوید افکاری رو نیاورد، بهتر که نیاورد. ما اصلا، من به شخصه همچین کسی رو قبول ندارم که بخواد بیاد از حق و حقوق یک جوان دفاع کنه. آقای خاتمی باید بره مردمو که مثل خودش هستن و این رژیم رو قبول ندارن تبلیغ کنه، بریم پای صندوقای رأی به کسانی که مثل خودش برای این رژیم دل می‌سوزونن. ما نمی‌خوایم برای نوید دل بسوزونن. جامعه جهانی برای نوید گفت، افرادی که حالیشون شد که نوید رو بدون دلیل کشتن. آقای خاتمی متوجه نیست،
او باید بره برای نظامش، برای رژیمش، برای رهبرش تلاش کنه. اون برای ملت نبوده. چه وقتی آمد 8 سال مردم رو گول زد، چه وعده هایی که داد، ولی کدومی کشو عمل کرد؟ بسیار خوب آقای کیانی، سفر آقای ظریف به آرمان لغو شده. در البته دلایل لغو این سفر اعلام نشده، اما به نظر شما در سطح دیپلماسی واقعا چه کاری میشه انجام داد در برابر یک رژیمی که به هر حال اینقدر به طور جدی به حقوق بشر بی تفاوته، اینجوری اعدام یک جوان رو انجام میده و در این حال خب زمزمه‌هایی هست، بعضی از در واقع شخصیت‌های ورزشی خواهان این شدند که ایران از میادین ورزشی حذف بشه، بایکوت بشه، به این دلیل که خب یک ورزشکار رو اعدام کرده. اما فکر میکنید در فضای دیپلماسی کشورهای دیگه چه اقدامی باید انجام بدن بیشتر از فقط محکوم کردن او؟ من سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان برنامه‌تون و درود میفرستم به شجاعت و شرافت خانم سپهری که از ایران در واقع چنین صدای بخش بزرگی از مردم هستند که دسترسی ندارند به رسانه‌های آزاد و ارتباطات آزاد، و امیدوارم که برادر ایشون جناب محمد حسین سپهری هم در سلامت و امنیت کامل باشن و ما آزادیشون را ببینید. من امیدوارم فشار جهانی تداوم پیدا کنه خانم ثابت. به هر حال من امیدوارم آقای ترامپ مجدداً به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب بشن و در دور دوم همین کمپین فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی تداوم پیدا کنه، چنان که دیدیم در واقع تأثیراتش رو و چنان که عجز و در واقع لابه آقای خامنه‌ای رو داریم می‌بینیم. هر جا خامنه‌ای در واقع به عجز می‌افته، به لابه می‌افته، گله می‌کنه از شرایط، شما بدونید که اون شرایط عملاً به نفع ملت ایران هستش، چون ملت ایران هم قبلا اینو اذعان کردن دیگه. وقتی که پشت به امام جمعه منسوب خامنه‌ای میگن پشت به دشمن رو به میهن، عملا در واقع دوگانه‌ای رو تعریف میکنن بین خودشون و خامنه‌ای. ببینید رژیم‌های مثل جمهوری اسلامی با ترکیبی از فشار سنگین جهانی، با یک کمپین سنگین جهانی مثل این کمپین فشار حداکثری که البته نباید فقط سویای اقتصادی داشته باشه، باید سویای سیاسی و حتی ورزشی هم پیدا کنه و خیزش گسترده داخلی از بین میرن. فشار سنگین جهانی باید تداوم پیدا کنه. من امیدوارم با انتخاب مجدد آقای ترامپ این فشار تداوم پیدا کنه تا دستگاه سرکوب تضعیف بشه. شما ببینید جیب حسن نصرالله خالی شده. عملاً این کمپین فشار حداکثری به صلح در منطقه کمک کرده. جمهوری اسلامی پول کافی نداشته باشه تا مزدورهای داخلی و خارجیش رو تأمین کنه. اطلاعات سپاه پول کافی نداشته باشه برای تأمین این مزدورها. و وقتی اون پول کافی نباشه، عملاً ریزش در واقع شدت میگیره. ریزش خود نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته. البته من ابا دارم از اصطلاح نیروهای امنیتی استفاده کنم. اینا واقعا نیروهای امنیتی نیستن. اینا یه مشت عرازل ضد امنیتی هستن. اینا دقیقاً امنیت ما رو سلب کردن. خانم شما نگاه کنید، امنیت بزرگترین نعمت واسه مردم. اینا تو آسمون ما رو میزنن. هواپیمای مسافربری رو تو آسمون تهران دو تا موشک میزنن. اینا تو خیابون ما رو به رگبار میبندن. اینا تو زندان بچهای مردم رو میکشن. مگه نوید افکاری اصلا دستش گرفته بود؟ این شما نمیتونی برای 6 ماه بعد خودت تو ایران برنامه بریزی. اینا امنیت روانی ما رو سلب کردن. من چرا الان باید خارج از کشور باشم؟ چون من عملا دو بار بازداشت شدم در ایران و آینده نداشتم تو ایران، و الان خارج از کشور هستم و ایرانم نمیتونم برگردم. من حتی کشوری نزدیک به ایرانم نمیتونم برم، چون به من گفتن اگه شما بری امکان داره که بلایی رو که سر خیلی دیگه آوردن در ترکیه مثلا سر شما هم بیارن. ببینید اینا ببینید فقری که مردم باش دست و پنجه دارن نرم میکنن، این فقر جمهوری اسلامی به ما هدیه داده. فقر عزت رو میگیره، فقر امنیت روانی رو میگیره، فقر غرور مردم رو میگیره، فقر به جرم و جنایت دامن میزنه و جرم و جنایت و افزایش جرم و جنایت در واقع افزایش ناامنی رو به دنبال داره. به خاطر همین من ابا دارم از اصطلاح نیروهای امنیتی برای اینا استفاده کنم. اینا فاضلاب‌های ضد امنیتی هستن. بله. که جامعه ایران رو به این منجلاب کشوندن. من یک فقط مثال بزنم به همون سوال خودتون در واقع برسه. من فکر میکنم ترکیب فشار خارجی، خیزش گسترده داخلی که نمونهاش رو در دیمای 96 و آبان 98 دیدیم و برخوردی که دنیا با آفریقای جنوبی و رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی داشت. دنیا 30 سال آفریقای جنوبی رو ممنوع کرده بود از حضور در رقابت‌های ورزشی.
یعنی اون جوونی که در داخل ایران نشسته و خودش رو ورزشکار میدونه و میخواد در رقابت‌های قهرمانی شرکت کنه، باید ببینه که به خاطر قتل یک کشتیگیر دنیا منع کرده و تا وقتی جمهوری اسلامی باشه نمیتونه آزادانه به رقابت‌های ورزشی شرکت کنه. ما در ایران یک رژیم آپارتاید داریم، اینو فراموش نکنیم. بسیار خوب، اجازه بدید آقای خزعلی هم به این گفتگو پیوستند. آقای خزعلی، شما خودتون چه واکنشی داشتید به اعدام نوید افکاری؟ برای در ابتدای صحبت قبل از این شما به ما بپیوندید مطرح کردیم که آقای خاتمی در مورد اعدام نوید افکاری هیچ واکنشی نداشت، تسلیت گفته بود در گذشت آقای سانه‌ای رو. شما خودتون هم در گذشت آقای سانه‌ای رو فکر می‌کنم تسلیت گفتید، ولی در مورد نوید افکاری واکنش شما چی بود؟ با سلام خدمت شما و میهمانان عزیز و عرض تسلیت به خاطر اعدام نوید افکاری به خانواده ایشون، عرض تسلیت به خانواده حسن ترکمان و عرض تسلیت به مناسبت رحلت مرجعی که حامی مستضعفین و مظلومان بود آیه سانعی. امروز در تشییع جنازه آیه سانعی بودیم. آقازاده ایشون مطلب قشنگی گفت، میگفتش که ما اگر به رهنمودهای ایشون عنایت میشد، یعنی همین که در زمانی که امام نیست، به تعبیر امام معصوم نیست، حدود متوقف باشه. چرا؟ چون دستگاه قضایی ما پر از خطاست. حداقل همچین اعدامهایی رو ما شاهد نباشیم. قطعا خب ما این اعدامها رو به جهت اساسش که میدونیم خطای قضایی ما بسیار بالاست محکوم میکنیم، اما در این مورد این اعدام عجولانه که خانواده مقتول وداع نکردن، خانواده قاتل که برای اجرای حکم باید بیان اینطور که میگن نبودن، این چه عجله‌ای بوده است و برای چه این کارو کردن؟ در صورتی که خب بعضی از فعالان حقوق بشر به دنبال این بودن برن رضایت بگیرن و در شرف این مذاکرات شما چی هست آقای خزعلی؟ شما فکر میکنید چرا حکومت این کارو کرد و بعد مثلا آیا فقط عجله است یا اصلا در کل دستگیری ایشون، تشکنجه ایشون، روال پرونده ایشون، به طور کلی همه چیز رو در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی زیر سوال میبره؟ ببینید، این که ما به دستگاه قضایی مردم اعتماد ندارن و به حق اعتماد ندارن، چون هیچ وقت شفاف نبوده، محاکمات شفاف نبوده، این به حق. اما در سه نفر دیگه که حکم اعدام داشتن، ما یه ورودی کردیم، به جای ورود تقابل ورود تعامل کردیم، اونا متوقف شد، دادرسی پذیرفته شد. این که ما بیام اتکا کنیم به نیروهای خارجی، دلخوش باشیم به ترامپ، نه، این سرعت اعدام یک عزیزی رو افزایش ده. من میخوام بگم اتفاقا توییت ترامپ مؤثر بود در این سرعت و عجولانه اعدام کردن. اگر میخواستیم ما این خانواده داغدار نشن، بهتر بود به نیروهای خودمون، به تعامل، به کار حقوقی زیبا حقوقدانای ما ورود میکردن و کار حقوقی میکردیم و بعد از اون طرف هم میکردیم. ببخشید من مجبورم شما رو اینجا نگه دارم آقای خزعلی. کار حقوقی میکردیم یعنی چی کار میکردیم؟ دو سال این پرونده خبری ازش نبود، شکنجه ادامه داشت، زندانی طرف ادامه داشت، همه حکم اعدامی که صادر شده بود ادامه داشت، ولی حتی از وقتی هم که به افکار عمومی رسید، با این که فشارهای بین المللی بود، اما جمهوری اسلامی نه به اون طرف قضیه جواب داد، نه به این طرف، در سکوت هم مسیر خودش رو رفت، در اطلاع رسانی هم مسیر خودش رو رفت. چرا این کار رو میکنه؟ ببینید، من کلامم قطع شد، من همین رو میخوام بگم. ببینید، یه موقع ما میام برای نجات یک جان، مثلا یک خانومی که متهم هست الان محکوم به اعدام، ما داریم کار حقوقی میکنیم که ایشون به خاطر قتلی که انجام نداده، ظاهرا دخترش اعتراف کرده انجام داده و داره ایشون اعدامش محکوم به اعدامه. دو هفته پیش قرار بود دوشنبه روزی اعدام بشه، با کار حقوقی اعاده دادرسی پذیرفته شد و امیدواریم انشالله با همین حرکت، نه اینکه ما بیام تقابل با نظام رو، اون موقع سرعت ما بیشتر کردیم، ما اومدیم کاری داریم میکنیم. بله، اون کسی هم که مقتول هست یکی از نیروهای وزارت اطلاعات بوده، اما داریم کار میکنیم. من میخوام توصیه کنم عزیزان، ما برای اینکه یک جنازه داشته باشیم که بعد بکوبیم تو سر جناح حاکم، خدای ناکرده این نوید افکاری ها رو فدا نکنیم. بسیاری از کنشگران سیاسی ما منتظر، حتی خود من که در حساب قضا بودم، بسیاری از کنشگران میگفتن جنازه او بهتر به درد ما میخوره. همین اصلاح طلبان خودمون رو عرض میکنم. البته سکوتش و گلایه شما برای سکوت وارده، بایستی همه ورود میکردن، بایستی همه محکوم میکن داخل. اگه صحبتتون تمام شده خانم سپهری پاسخ شما رو بشنویم به حرفای آقای خزعلی، شما چی میگید؟
صدای منو میشنوید خانم سپهری؟ بسیار خوب آقای کیانی، شما بفرمایید. ببینید، پیش از برنامه دوستان به من گفتن که کیانی تو معمولا صدا بلند میشه و آروم باش. من واقعا نمیدونم چگونه میتونم آروم باشم. من اول از جناب خزری سلام میکنم و از ایشون میخوام که خودشون رو همردیف نوید افکاری ندونن. زندان ایشون با زندان آقای افکاری فرق میکنه. آقای ما بالاخره آقای خزری چند بار رفتن زندان، من نمیدونم ایشون چه زندانی میرن که همیشه خدا رو شکر سلامت هستن، ولی به هر حال نوید افکاری هم رفته زندان و دیدیم سرنوشت نوید افکاری رو که چنان که در واقع گفته میشه که ایشون اساسا زیر شکنجه کشته شده و به اعدام به اصطلاح نشده. البته من اعتقاد دارم جمهوری اسلامی نوید افکاری رو به قتل رسوند. ببینید، من اجازه میخوام که از ابراز تاسف آقای خزعلی برای مرگ نوید افکاری ابراز شگفتی کنم. بنده در جایگاهی نیستم که تعیین تکلیف کنم آقای خزعلی چه بگوین چه نگوین، ولی میتونم این سوالو بپرسم چگونه کسی که در تهران همین 6 ماه پیش پشت خامنه ای همراه با ابراهیم رئیسی سر جنازه قاسم سلیمانی نماز خونده، پس از چند ماه در تلویزیون در لندن همین امروز بیاد و از این مدیوم بگه که از قتل جوانی به دست همین قوه قصابیه در واقع متاسف هستش. اگه آقای خزعلی خدایی نکرده کسی فرزند شما رو زیر شکنجه بکشه، کسی فرزند شما رو اعدام کنه، شما هم از مرگ فرزندتون ناراحت میشید و بعد از ظهرش هم میرید با قاتل فرزند خودتون آب گوشت میزنید. آقای خزعلی ما رو گرفتی؟ آقای خزعلی شما چجوری میتونید هم به من قبل برنامه سری به صفحات آقای خزعلی زدم تو اینستاگرام و توییتر و تلگرام، این سه تا صفحه رو من رفتم. در مورد نوید افکاری هیچی تو صفحهشون نایدن، باز هم به انتخاب خودشونه، میخوان در مورد کسی بنویسن، میخوان در مورد کسی ننویسن، ولی دیدم که توی اینستاگرامشون یه پیام تسلیت بلند بالا در مورد آقای ثانی نوشتن، چنان که اول صحبتشون هم گفتن، و از عبارت پناه آزادگان برای این جنایتکار استفاده کردن و گفتن که فوت ثانی دل مبارزان راه آزادی رو به درد آورده. آقای خزعلی شما نمیتونید هم از قتل نوید افکاری متاسف باشید، هم از مرگ کسی که در برپایی این دستگاه خون و جنون نقش اساسی داشته. آقای ثانی منصوب خمینی بود در دیمای 61 بر مقام دادستانی کل کشور. آقای ثانی کسی بود که گفته بود اوین باید برای ضد انقلاب محیط ترس باشه، گفته بود وقتی اسم اوین میاد تن ضد انقلاب باید بترسه. بعد ایشون میگه ثانی متحول شده بود. من اعتقاد دارم کسی که میخواد بگه من تقبل راه تغییر بازه، اینو خطاب به آقای خزعلی هم و دوستان استاد طلبشون هم میگم، ولی سه تا شرط داره حداقل. یکی که باید بیای نقشت رو شفاف بگی من چیکاره بودم تو این سیستم، بعد بیای و بگی که در صدد جبران عملی این جنایت بر بیای و اینکه عذرخواهی صریح و دقیق بکنی از ملت. اینکه آقا گذشته ها رو فراموش کنیم حالا بریم به جلو، کی آقای ثانی این کارا رو کرده؟ من نمیفهمم. من ببخشید در مورد آقای خزعلی من یه نکته‌ای دارم اگه اجازه بدید الان بگم یا بعد از تو؟ اگه تمام ببینید، آقای خزعلی حدود 6 ماه پیش اومده بودن توی بی بی سی فارسی، بعد مرگ قاسم، بعد کشته شدن قاسم سلیمانی، ایشون گفته بودن که این جمال الدین موسوی مجری بود، گفت شما چرا در واقع سر جنازه قاسم سلیمانی در واقع نماز خوندید؟ گفتن این دعوا بین خودمونه، این عبارت آقای خزعلی بود، گفتن این دعوا بین خودمونه و گفت و به قاسم سلیمانی که دستش تا آرنج به خون جوانان ایرانی آلوده بود و گفتن شهید مظلوم. در همون برنامه اومدن گفتن که از اصطلاح شهدای آبان استفاده کردن. من نمیدونم از شما از کجا اومدید، شما چجوری میتونید قاسم سلیمانی رو هم شهید مظلوم بدونید، پویا بختیاری و نیکتا اسفندانی رو هم شهید بنامید؟ آخه من نمیدونم اینا با چه ذهنیتی با چه دستگاه منطقی تحلیل سیاسی میکنن. من واقعا این سوال منه که به من بگن چگونه هم قاسم سلیمانی برای شما شهیده و هم پویا بختیاری. آیه خزعلی پاسخ شما رو بشن. بله، یکی این مطلبی که در صحبت قبلی گفتن که سلاح نداشته، خب ببینید اومده صحنه جرم رو نشون داده و با کارد آشپزخونه‌ای که با اون دسته سفیدش نشون داده شده، وکیل ایشون برای پزشک قانونی درخواست میده و بعد خود نوید افکاری میگه نه من شکنجه نشدم، کتک نخوردم، نمیپذیره، میگن نمیرم پزشک قانونی. شما این روایت رو خودتون آخر... قبول میکنید؟ ببینید من میخوام روایت متفاوت چلو عقل ببینم، روایتی که وکیل این وکیل
روایت حکومت در 23 میره. من میخوام خواهش کنم شما توضیح متفاوت از اون که در 23 تلویزیون صدا و سیما میره به ما بدید. روایت حاکمیت رو شنیدیم. بله حاکمیت معتقد بوده که او قتل مرتکب شده. وکلایی که پرونده او رو دیدند، کسانی که خوب فایل صدایی که خود او از درون زندان فرستاده، تأکید داره بر شکنجه، تأکید داره در فایل صوتی داره میگه هر ادله هر چیزی که بر علیه من دارید رو بیارید. من عذرخواهی میکنم که حرف شما رو قطع میکنم، ولی روایت خودتون رو بگید. حالا من بخوام بگم که ببینید شما همیشه قطع میکنید، بذارید به همون زمانی که عزیز بزرگوار صحبت میفرمایند منم بتونم پاسخ بدم، یعنی قطع نشه. من میخوام بگم آیا روایت دیگه‌ای غیر از وکیل تعیینی تسخیری نیست؟ وکیلی که خودشون انتخاب کرده اینو میگه. من میخوام بگم همونقدر که ما ناراحتیم برای نوید افکاری، بایستی برای حسن ترکمن، برای فرزندش، برای همسرش، برای اون پدر و مادر هم باید آزرده باشیم. نمیتونیم ما یک سویه بریم، ما با هر دوش مخالفیم. هم قتل حسن ترکمن رو محکوم میکنیم، هم قتل نوید افکاری. میگیم آقا باید شفاف باشه. این شفافیت ها اگه نبوده، اگر ملاقات نبوده، اینها رو ما محکوم میکنیم. اما این که میفهمند برای قاسم سلیمانی خارج از موضوع، اما با اینطور چون ورود کردن به خارج از موضوع، هنوز هم میگم برای قاسم سلیمانی بیانیه دادم صبح بعد از نماز که خبر شهادت این سردار رو شنیدم، بیانیه دادم که همه بیایند و به سه دلیل رفتم. اتفاقا میخواستم در اون قاب نزدیک باشم، ما صف اول بودیم، به خاطر من شاید یه صف جلوی ما تشکیل دادم و بعد یه محافظم اومد که سه تا بشه. رفتم در همون قاب نزدیک، یک برای این که بگم آمریکا دخالت نکند، مسئله ما خودمون باید به دموکراسی برسیم، بنا نیست مثل عراق و مثل طالبان آمریکا دخالت کنه، ما دنبال جنگ نیستیم. این هم یک ترور بود در یک سرزمین ثالث، ترور رو محکوم کنیم و خشونت رو. این قدم اول. قدم دوم، جناح حاکم این جمعیتی که از همه اندیشه ها اومدن مصادره نکنه، بگه مال منم. لذا وقتی آقای حداد گفت مجلسی می‌خوای متناسب با این تشییع جنازه، گفتم خب تو که چند صفحه عقب‌تر از من بودی، متناسب با من یا با تو؟ چون منم بودم تو اون تشییع جنازه. و سومی که به عزیزان اصلاح طلب بگم، شما رو راه نمیدن، منو راه میدن نمیرم، هم طالب بشم هم پیاله بشم با اینها. بحث ما این است که منطقی برخورد کنیم. مبارزه مدنی عاری از خشونت، یعنی حتی در کلاممون بایستی مثل گاندی، مثل نلسون ماندلا، مثل امام موسی صدر، یک مسیر منطقی، همه ادیان، همه مذاهب، همه اندیشه ها محترم باشن. ما چهارتا باید در ایران یک سهم داشته باشیم، یکسان با ما نگریسته بشه و بتونیم در کنار هم مملکت رو پیش ببریم. این که بخوایم خدای نکرده من به سرکار خانم سپهری که خیلی هم زجر کشیدن و برادرشون که دعا میکنیم انشاءالله هیچ وقت دیگه گرفتار نشن، اگه بخوام بنده و ما با هم که در یک کشتی هستیم به سوی ساحل آزادی و دموکراسی، ما اینجا همدیگر رو تضعیف کنیم به اون ساحل نمیرسیم. باید با هم باشیم. من حداقل این تردید رو داشته باشم که شما اگر میخواهید که اصرار بر آری از خشونت بودن داشته باشید، آقای قاسم سلیمانی و گاندی بودن به نظر شما در یک ترازن؟ به هر حال وقتی داریم از آری از خشونت حرف میزنیم، شما دارین راجع به یه حاکمیتی حرف میزنین، حاکمیت جمهوری اسلامی، پرونده ببینید. اجازه بفرمایید، پرونده قتل‌های 67 رو داره. دیروز جوان 20 چند ساله مردم رو اعدام کرده با این همه خلأ جدی که وجود داره. اجازه بدید من یه سوال از شما بپرسم که پاسخش رو از دو نفر دیگه هم داشته باشم، اینجا به شما یه ذره فرصت بیشتری بدیم، به خصوص که برای این آری از خشونت بودن تأکید کردید. در صحبت شما بود که گفتید شما با دیگران همه در یک کشتی هستید، شما اگر میتونید در صف دوم پشت سر علی خامنه‌ای نماز بخونید، با یک گروه مشخصی در یک کشتی هستید. اگر اینو قبول ندارید به من بگید. دیگر اینکه این آری از خشونت بودن برای حکومتی که داره یک همچی خشم عمومی رو خودش دامن میزنه دقیقا به چه معنیه؟ ما داریم چی میگیم؟ ببینید در تمام این مراحل هم اعدام‌های 67 ما قویاً به عنوان یک جنایت بشری محکوم کردیم، هم اشغال سفارت آمریکا رو به عنوان یک حرکت بالاخره ضد دیپلماتیک این رو محکوم کردیم، هم همه این موارد رو. و اگه طرف ما خشونت طلبه، اگه طرف ما در تظاهرات مثلا آبان 98 و دی ماه 96 خشونت به خرج میده و اصلا آغازگر خشونته، ما نباید بازی اونو بخوریم. اتفاقا نفوذی‌های او میان شیشه ها رو خورد میکنن، آتش میزنن، ما باید جلوی نفوذی‌های او هم بیستیم، بگیم از خودتونه اینا رو بردیم ببریم. خانم سپهری نظر شما چی هست در مورد صحبت هایی که آقای خزلی مطرح کردند و همینطور سوالی که من داشتم؟
من میگم آقای خزعلی رو من برنامه‌هاش رو زیاد دیدم، ولی میبینم که باز هم بیشتر تمایل به سمت این رژیم دارن تا به سمت ملت. حالا شاید من تو دوربین وای میستم نگاه میکنم و میگم و میبینم که آقای خزعلی یکی از افتخاراتشون هست که در صدر اول اون صف وایستادن و بودن در روز تشییع جنازه آقای سلیمانی. من اون روز در زندان بودم. من وقتی تلویزیون رو روشن کردم داخل بند دیدم، واقعا گفتم من حق ایشون هم نمیدونم همچین مرگی رو، چون ما خشونت طلب نیستیم، ما نمیخوایم خشونتی اتفاق بیفته، هیچ کس رو نمیخوایم. و ای کاش این رژیم انقدر عجله نمیکرد، اجازه میداد دو خانواده ترکمان و خانواده افکاری همدیگر رو ملاقات میکردن، شاید به جور دیگه این قضیه تموم میشد. ولی این رژیم میخواد آدم بکشه و میخواد خشونت رو همچنان در بین مردم اشاعه بده و مردم رو با جون جووناشون که میگیره بترسونه. من کار با آقای خزعلی ندارم که افتخار میکنن در اون روز حضور داشتن. من دیروز بدترین روز زندگی من بود وقتی دیدم که مادر اون آنچنان چند روز پیش زجه میزد، نامه داد به آقای رئیسی، ولی آقای رئیسی همون رئیسی بود که سال 67 کشت، همون رئیسیه، امروز هم همون رئیسیه، فرقی نکرده، میکشه. تمام این نظام از ساعتی که آمده با خشونت بوده و هر اتفاقی هم میفته الان میگن مثلا توییت آقای ترامپ این قضیه رو جلو انداخت، باز هم افتاد گردن خارجی ها. پس این معصومیت این نظام رو ما باید همچنان حفظ کنیم. مگه نمیگن در ماه حرام نباید کشته بشه کسی؟ مگه ما در ماه محرم نیستیم؟ حالا اون که تو زندان بود نمیخواست جایی بره، حالا دو ماه دیگه هم میبود، چه اتفاقی میافتاد؟ حتی اجازه ندادن خانوادش بشه ودا کنن. چرا؟ حتی اجازه ندادن در روز روشن دفنش کنن. اصرار بر این اعدام از نظر شما چی بود؟ چرا؟ اصرار نظام آدم خوری، آدم خوری، یه نظام آدم خوریه. از روزی که روی کار اومده هر کس نفس کشید خفش بشه. جلو دو ساله که دارن آدم میخورن، این نظام آدم خوره، آدم ها رو میخوره، هر کس مقابلش بیسته میخوره. بسیار خب آقای کنی، اگر شما نداریم ماری نظری دارید میشنویم. من حرف دارم. من واقعا متاسفم میبینم. ببینید، اولا که قتل نوید افکاری انتقام از خشم و خروش و خیزش مردم شیراز در آبان 98 بود بدون تردید. آقای خزعلی واقعا نمیدونم از چه اصطلاحی استفاده کنم. آدم نباید از صفات سنگین استفاده کنه. میسپرم به عهده ملت در واقع خودشون قضاوت کنن این حرفا رو میشنون. ایشون میگن که قتل حسن ترکمان، یعنی دارن روایت قوه قصابیه جمهوری اسلامی رو تکرار میکنن. خب همین جمهوری اسلامی در ابتدا و قبل از اینکه فشار روی نوید افکاری و بحث نوید افکاری در فضای مجازی سنگین بشه و شاهزاده رضا پهلوی اون توییت رو بزنن و خواستار طوفانی از اعتراض بشن برای نوید، ایشون به قوه قضاییه گفته بودن که ایشون به اتهام محاربه زده بودن بهشون و اعدام دادن. وقتی دیدن فشار سنگین شده اومدن اون بحث محاربه رو برداشتن، اتهام قتل زدن به نوید افکاری و خبرگزاری میزان هم از واژه قصاص استفاده کرد برای قتل نوید افکاری. و آقای خزعلی که میگن برای نوید افکاری متاسف هستن، میان دقیقا اون روایت رو اینجا تکرار میکنن. ببینید آقای خزعلی، جسارت نمیکنم، این واقعیت رو دارم میگم، کارگزار دروغ و تحریف هستن. یعنی هم خودشون در واقع کارگزار دروغ و تحریفانه، هم دروغگویان حمایت میکنن. آقای خزعلی، یکی از اتهامات شما که همین قوه قصابیه به شما زده بود اقدام علی امنیت ملی بود در یکی از بازداشت‌های مکرر شما. پس ما باور کنیم شما آدمی هستید که علیه امنیت ملی کشور قیام کردید، علیه امنیت ملی کشور اقدام کردید دیگه، چون شما پذیرفتید روایت قوه قصابیه رو در مورد نوید افکاری. شما کارگزار دروغ و تحریم هستید. شما مثل این نایاکی هایی که در واقع خارج از کشور به تطهیر رژیم مشغولن، شما در داخل کشور به این کار رو دارید میکنید. ببینید، شما در همون مصاحبه با جمال الدین موسوی در ژانویه 2020 اگر اشتباه نکنم، پس از کشته شدن قاسم سلیمانی،
اومدید به دروغ گفتید که تشییع جنازه سلیمانی بزرگترین تشییع جنازه تاریخ بشریه، یعنی ترویج پروپاگاندای جمهوری اسلامی. از اینکه اجازه بدید متمرکز کنیم روی بحث نوید افکاری، برنامه امروز در اختصاص با اون موضوع است. بله مطمئنم، ولی خب ببینید این مسئله، من در واقع دارم به همین دروغی میپردازم و به دروغگویی میپردازم که آقای خزعلی در واقع اومدن گفتن و حالا باید جواب داد به ایشون. ایشون اصلا دارم میگم ایشون ایران اصلاح طلب جماعت در جمهوری اسلامی، تیپای مثل آقای خزعلی، هم دروغ میگن هم تحریف میکنن. ایشون تو مصاحبه گفته بودن که آبان 98 در اعتراض به گرانی ها بود. من سوال میپرسم، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر اصل ولایت فقیه، ایران رو پس میگیریم، رضا شاه روحت شاد، اینا در اعتراض به گرانی بود؟ شما چگونه، من باز هم سوال میپرسم، شما چگونه میتونید شهدای آبان 98 رو شهدای آبان بخونید، قاسم سلیمانی رو هم شهید مظلوم بخونید؟ ببینید کسی که میره پشت سر کسی نماز میخونه، یعنی به عدالت اون شخص نمازگزار امام جماعت باور داره. یعنی شما به عدالت آقای خامنه‌ای باور دارید که پشت سر آقای خامنه‌ای سر جنازه قاسم سلیمانی نماز خوندید؟ آقای خزعلی شما که مذهبی هستید، پدر شما که فقیه بودن، اینا رو که شما باید از من بهتر بدونید که. بسیار خب آقای کنی، اگه اجازه بدید پاسخ آقای خزعلی بشنویم. آقای خزعلی تأکید کردید شما برای اینکه به هر حال میبایست مقابله رو یا مخالفت با جمهوری اسلامی رو از راه‌های عاری از خشونت پیش برد، چند بار هم در این گفتگو تأکید کردید. به نظر شما که خودتون رو اپوزیسیون به نوعی میدونید، راه بر اپوزیسیون چگونه باز هست؟ اگر که مخالفتی، اگر هر گونه تجمعی، اگر هر گونه اعتراضی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در واقع احکام خیلی طولانی صادر میشه، فعالین سیاسی، مدنی، کودک، کارگری، همه اینها احکام بسیار جدی، زندان میگیرند، اینها آدمهای مسالمت آمیز جامعه هستند. حاکمیت راه رو باز گذاشته اصلا برای هیچ گونه مقابله و مخالفت صلح‌آمیزی، مسالمت‌آمیزی. ببینید مسیری که نلسون ماندلا رفت با 27 سال حبس و بعد اومد به اون صورت کنار کشید و گفت ما فراموش نمی کنیم اما به یادمون میمونه، اما میگذاریم، میبخشیمتون. ما اگه این جنایتکارانی که ما رو زندان کردن، من 21 پرونده برام تشکیل دادم، از هر کی نقد کردم یه پرونده شد اهانت یا غیرعذرالک، حالا اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، که تو همه پرونده ها یکی از پایه های ثابت هست، اصلا مثل اینکه تایپ شده آماده است. این داره، ما گلایه ها رو داریم، اما چگونه بایستی بریم به سمت اینکه آیا با خشونت کلامی یا خشونت فیزیکی میتونیم انجام بدیم؟ بله، ما اصل 27مون تعطیله. ما یک راهپیمایی مخالفین و منتقدین رو نداشتیم مگر اینکه به خشونت کشیده شده، و کی کشیده؟ جناب حاکم. یعنی ما 25 خرداد با آرامش اومدیم، بعدش اصلا راهروی سکوت داشتیم از هفته تی، حتی مرد بعضیا چسب به دهانشون زده بودن، اما اونا خشونت ورزیدن، طرف مقابل خشونت می‌ورزه. اما گاندی چه کار کرد؟ گفت سرتون شکستن برید پانسمان کنین، یه عده دیگه بیان، اما شما چماق بر ندارید. برای اینکه ما نمی‌خوایم بهانه دست جناب حاکم بدیم، اتفاقا کسانی از اون طرف میان ناسزا میگن، و یه جایی بدتر، اونها برای اینکه خط مقدم جهل مقدسشون رو توجیه کنن که آقا اینها ضد دینن، ضد اسلامن، ضد علیان، بعضی از افراد درون اپوزیسیون میان اهانت به دین میکنن، اهانت به خدا و پیغمبر و از امیر میکنن، برای اینکه خط مقدم اون بسیجیه بگن تو به خاطر دفاع از دین برو بزن، موقع محکم تر میزنه، با اعتقاد میزنه. اون جهل مقدس ما میخوام بگیریم. خط مقدم رو قطعا با اون ناسزا به حضرت امیر علیه السلام نمیشه فتح کرد. خط مقدم رو اگر با سلاح، با شمشیر دین اومده، با سپر دین باید رفت. اگه با سپر دین داره مقاومت میکنه، با شمشیر دین باید رفت. اگه میگه قال الباقر، باید قال الصادق گفت. ما هر چیزی رو ببینیم، حلال هر چیزی اگر محلول در آب، آب با آب باید حل بشه، محلول در چربی با چربی باید حل بشه. و اینجوری که مسئله خشونت با خشونت هم توجیه میشه که نه، خشونت هم کسی که داره خشونت میورزه در واقع جراح حاکمه دیگه. یعنی این منظورم این توجیه که شما میارید، نه حلالش نگفتم باهاش مقابله، مقابلهش همونه که میخوان. من میگم حلش اگه میخوان بکنیم، دقیقاً به آقای ثانی فیلمی ازشون اخیراً پخش شد، میگه آتش رو با آب باید خاموش کرد، نه با آتش. این که دوستان بخوام با آتش افروزی کنم، من میخوام بگم 42 ساله آقایون اون برای آب نشستن، همش وعده دادن این ماه تموم میشه، 6 ماه دیگه تمومه، اما نشده. اگر میخوام کاری کنیم، بایستی بریم دونه دونه آجرهای دموکراسی رو بچینیم.
آجرهای آزادی رو بچینیم و به نتیجه برسیم. با شعار و عصبانی شدن، بله من میدونم عزیز ما در خارج از کشور نمیتونه داخل بیاد، حتی فرمودن به کشورهای همسایه هم نمیتونه بیاد، بله خطر جدیه، راستن میگن در ترکیه هم ندارن، اخیرا کیو کشتن این آقای مسعود مولوی. بله این قصه ها هست، ایشون حق داره و من هم ایشون رو درک میکنم، هم قربت و هم امنیت رو. اجازه بدید در همین مصاحبه خانمی هستند که از مشهد دارن صحبت میکنن، از کسانی هستند که بیانیه نوشتند، پاش هم وایسادن، زندانش رو هم کشیدند. الان هم اجازه بدید نظر خودشون رو بشنویم. خانم استپری، نظر شما چی هست در مورد صحبت های آقای خزلی؟ من بازم میرم به سراغ آقای نوید افکاری. و یک هفته پیش که صدای سیمای جمهوری اسلامی اعترافات ایشون رو گذاشت و قبل از اون مجری برنامه اومد و گفت جواب این پدر و مادر و همسر و فرزند این رو بدین، من میگم دو شبکه دیگه الان هم پدر هم مادر آقای حسن ترکمان، همسرش، فرزندش دیگه خواب راحت بکنن. نوید هم کشته شد. جمهوری اسلامی به درد نمیخوره، اصلا اصلاح پذیر نیست. این عده‌ای که آمدن به نام اصلاح طلب و اصولگرا، من اینا را قبول ندارم، اینا دو بال نظامن، همه اینا با جمع کنن برن. ما کشوری میخواییم بدون مذهب، ما مذهب امر شخصیه. آقای مهدی خزعلی یک مسلمانه، منم یک مسلمانم، مسلمانیمون در خونه هامون باید باشه. ما کشوری میخواییم بدون مذهب، ما حکومتی بدون مذهب میخواییم، مذهب امر شخصیه، برن به مشکلات مردم برسن. من در زندان فاجعه ها دیدم بر اساس فقر و فحشا و بیکاری و بدبختی مردم، به اینها برسن. به علی ابن ابی طالب چه کار داریم؟ علی ابن ابی طالب 1400 سال پیش بود، هر کس قبولش داره به حق، هر که قبول ندارم به ناحق، ما به اونا کاری نداریم. ولی جمهوری اسلامی با آمدنش و استفاده از این ائمه و پیامبر و دیگران آمد و بدترین جنایت ها رو بر این ملت وارد آورد. چرا کشتنش؟ چرا دیروز کشتن؟ چرا انقدر عجله کردن؟ شاید میبخشیدن. ما الان بیایم چی بگیم؟ بگیم ها سب کنیم که میخواییم آجوراشو بچینیم؟ اصلا باید این نظام رو برد زل بزنن، تمام این دستن در کاراشو بذارن کنار. ما دیگه چوبه داری نمیخوایم، ما هیچ کس رو نمیخوایم اعدام بشه، حتی اون روح الله زمی که الان در دستشون هست، من نگران همون هم هستم که نکنه فردا بلندشم ببینم گفتن اونم کشتن. ما خشونت نمیخوایم، ولی این رژیم سر تا پا خشونته، سر تا پا خشونته. هر کاری در این 42 سال کرده خشونت بوده، از جنگ ایران و عراق، از مقابله با کردها، از همه مردم. من وقت زندان رفتم گفتم بند 5 زندان وکیل آباد مشهد مخصوص بهایی ها بوده. چرا؟ مگه چه کار کرده بودن؟ برای که بهایی بودن. پس این رژیم با هیچ طرز فکر دیگه‌ای که غیر از خودش باشه نمیسازه. پس ما نمیخوایم، ملت خسته شدن، باید اینا برن دیگه. ما نه اصلاحی میخوایم، نه اصلاح طلبی میخوایم، نه صندوق رأیی. هر کی هم اینا رو میخواست سفارش کنه در 1400 بره سفارش کنه، برن رأیشو بدن، ما کار نداریم. ولی ما دیگه از همون بالایی که آقای خامنه‌ای هست تا پایین ترینش رو ما قبول نداریم، ما هیچ کدوم از اینا رو دیگه قبول نداریم. ما نمیخوایم، ما به جمهوری اسلامی نه گفتیم، الان 14 ماهه که ما به جمهوری اسلامی نه گفتیم، ما نمیخوایم. آقای کیانی، پاسخ شما رو هم به صحبت‌های آقای خزعلی بشنویم، به اضافه اینکه در دقایق پایانی هستیم، یک کوتاه بفرمایید لطفا. بله من حتما کوتاه میکنم. حجم توهم جالب توجهه، مقایسه خودشون با گاندی، مقایسه خودشون با ماندلا. آقای خزعلی، ماندلا صریحا خواستار فشار جهانی روی آفریقای رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی بود. جمهوری اسلامی در قبال بهائیان، اقلیت‌های مذهبی، زنان عملاً رژیم آپارتایده. آیا شما خواستار تحریم جمهوری اسلامی هستید؟ و این مقایسه‌ای که خودتون رو مدام اسم گاندلا و گاندی، اصلا اصلاح طلبها همینن، میگن ما مجمع خوبی‌های عالمی. ولی به هر ترتیب این بعد میگن که شما میگین که توییت ترامپ حدود 2 سالی پرونده شما اصلاح طلبها خانواده بیچاره نوید افکاری رو مجبور به سکوت کرده بودن. حدود 2 سال چی شد اون پرونده؟
یعنی عرضم اینه که ببینید، بعد میگن که کلاس شیمی باز کردن آقای خزعلی، میگن نمیدونم حلال آب رو آتیش خاموش میکنه، بعد این حرفا زده میشه. من واقعا تعجب میکنم این شعارهای تندو که مردم در داخل دادن. مگر ما بودیم که در واقع شعار دادی بودیم پشت به دشمن رو به میهن؟ بله. مگر ما شعار دادیم؟ خانم سپهری که از مشهد دارن صحبت میکنن، مرگ بر اصل ولایت فقیه رو مگه ما گفتیم؟ آخه این چه حرفایی که زده میشه؟ ببینید آقای خزعلی، من نکته آخرمو بگم. جمهوری اسلامی کشور من رو ذلیل کرده. کشور من کشور شما هم هست، کشور خانم سپهری هست، کشور همه ماست. جمهوری اسلامی کشور ما رو ذلیل کرده، عزت ما رو گرفتن. کشور ما کشوری نیست که از زیر بوته در اومده باشه. ما 2000-3000 سال تاریخ در واقع مکتوب داریم. بله. من زمینه نوید افکاری هم خودش رو فرزند کوروش بزرگ میدونست، نسبتی با تفکر شما نداشت. الان ما ذلیل شدیم در دنیا و از یمین و یسار داریم میخوریم. ولی جناب خزعلی، ما از اسب افتادیم، از اصل نیفتادیم. ما سرباز بازان بازپسگیری ایران هستیم و مقابل ما شما قرار دارید و امثال آقای خامنه ای. برای ما شما و آقای خامنه ای توفیری ندارید مگر اینکه خودتون به صف مردم بپیوندید. بسیار خب، سپاسگزارم از همه شما که در این گفتگو شرکت کردید. آقای خزعلی، در حد شاید دو جمله فرصت داشته باشید. بله، اشکال افکاری خدا رحمتش کنه این بود، سکوت کرد و اعترافاتی کرد. باید می ایستاد، اعتراف نمی کرد و سکوت هم نمی کرد. این دو سال سکوت خودش بوده. شکنجه بود که دیگه آقای خزعلی، یعنی در ثانیه آخر نگید این رو زخم که... نمک به زخم نپوشید. من اجازه بدید تموم کنم این صحبت رو. یعنی... نه آخرش این که زمان تموم شده نفر... متاسفانه برنامه زنده است آقای خزعلی، ولی واقعا متاسفم که اینجوری فکر میکنید شما. فاطمه سپهری فعال سیاسی از مشهد، مهدی خزعلی فعال سیاسی از تهران و علیرضا کیانی عضو شبکه فرشگرد از واشنگتن، سپاسگزارم. در پایان این برنامه چشم‌اندازی، تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر، ایام بکام.